راه رفتم پدرم در اومد تا به اپل استور برسیم. اپل استور که به اون خانمون که اونجاست بگم مشکل دو تا ایرپادم چیه. یه ایرپاد پرو دارم، یه ایرپاد سری یک. میتونیم اینا رو عوض کنیم یا نه؟ بزنیم بریم. من به اون خانمه گفتم که مشکل چیه. اولین مورد ایرپاد سری یک بود که باتری خود ایرپاد مشکل داشت و وقتی که گفتم بهش، گفت اگه ما بخوایم باتری خودش رو عوض کنیم نزدیک 200 خورده درهم میگرفت که اصلا نمیارزه. خودش چقدر قیمتشه که بخوای 200 خورده درهم بابت باتریش بدی؟ پس این هیچی. ولی ایرپاد سری پرو رو خب چون احتمال میداد که این احتمال که نه 100% اینا جز فراخوانم و گارانتی دارن، به خاطر همین مسئله گفتش چیز کرد، بارکود و برداشت، سریال نامبر رو برداشت و اپل آیدی و این داستانه اپل آیدی که روش ست بود و برداشت مال گوشی رو و گفتش که ما تستش میکنیم. به من گفت ساعت 7:45 برگرد، الان ساعت 4 نزدیک 4 بعد از ظهر، تقریبا 3 ساعت و 40 دقیقه دیگه و 7:40-45 دقیقه باید برگردم و ببینن تستش بکنن. اگر اوکی بود که فکر میکنم خود اون ایرپادا رو، ایرپاد گوشی ها رو عوض بکنن. حالا باید ببینیم چی میشه. احتمال زیاد فکر میکنم ایرپاد پرو رو عوض کنن، چون دیگه ایرپاد پرو دیگه جز آخری ها بود دیگه. حالا درسته ایرپاد 3 اومده ولی این جز آخری ها بود. حالا ببینیم چی میشه. سلام، سلام مجدد. ما اومدیم طبقه پایین اپل استور، طبقه پایین اپل استور. اون طبقه بالا برای خدمات سرویس دهی بود، طبقه پایین محصولاتشو گذاشته. حالا با هم میریم محصولاتشو دونه دونه میبینیم، ببینیم که چه چیزای جدیدی اپل در اپل استور شما میپیدایید. بس بزنیم بریم دیگر دارو. خب این از آیفون 13 مینی، آیفون 13 مینی خدایی هم خوب و خوش دسته ها. دوربینش هم این زرت و زرت عوض میکنن. آیفون 13، آیفون 13 بعد 13 پرو، بعد 13 پرو مکس. خیلی گنده است 13 پرو مکس، واقعا برای تو دست من خیلی بزرگه. دست من یادم کوچیکه، برای دست من بزرگه. 13 پرو مکس این رنگ ها هم داره. بعد دیگه این هم باز همونه. این ور چی داریم؟ آیفون 12 سری قبل، مال سال قبله. آیفون 12 و آیفون 12 مینی و آیفون 11 و آیفون SE جدید هست، فرقی نکرده که. بعد اون هم باز همونه. بریم سراغ مکبوک، بریم سراغ مکبوک ها. این میز مکبوک هاش، ببینیم مکبوک چی داره. مکبوک روی 14 اینچ، شمین چه؟ I suggest charging it in the meantime, yeah? 10,509 درهم.
17,319 14 اینچش بود 16 اینچش خیلی گنده مونده هم هست. اینم که کابل آداپتورهای اورجینال 20 واته. How much price? اوکی اوکی 79 درهم. بعد کابلا 119 درهم. دیگه چیه؟ این تازه کابل چیزه تایپ سی به لایتنینگه. کابل معمولی که لایتنینگ به یو اس بی 79 درهم. خب ببین الان یه آداپتور 20 وات که اورجیناله توی اپل استور هستیم خب 79 درهمه. 79 درهم با درهم 8000 خورده ای خب عدد زیادی میشه دیگه. من فکر کنم تبلتشه. آره آیپد پرو اینا آیپد پرو و آیپد پرو. من فکر کنم کیبوردش جدا باید بخریم. خب این سمت هم ببینیم، این سمت هم آیپد پرو رنگ مشکیشه. این مشکیش قشنگ‌تر سفید. بریم سر مکبوک پرو جدید 13 اینچ تاچ بار. بریم اونور. خب مکبوک پرو 13 اینچ تاچ بار 5499 تا 5500 درهم. رنگ گریشه، رنگ خاکستریشه. خیلی فرق آنچنانی با سال 2019 نداره. آخرین ورژن هم هست. بعد دیگه بریم این سمت. اینا هم تبلت های چیز آیپد پرو. خیلی سبک و خوش دسته. این سمت اپل واچ. خب اپل واچ سری 7 45 میله دیگه. سری 7 چه فرق داره مثلا با سری 6 واقعا چه فرق داره؟ یه تعداد اونجا هم بنده شما استرپ های مختلف رو میتونی بخری. این یکی جنس اورجینال چرا فرق داره با اون های کپی هایی که میفروشن؟ عجیبه که خود اپل واچ رو نذاشته. بریم سراغ مکبوک ایر. این مکبوک ایره قیمتاش از 4199 4999 6299 و 7900 و 979 قیمت مکبوک ایره. مکبوک پرو که گرفتم اونجا. مکبوک جیده چیه؟ مکبوک پرو 14 اینچ ولی تاچ بار دیگه نداره. این هم که همون 16 هست که اینو دیدیم. خب میخواییم بریم سراغ آی مک های قشنگی هم. بریم ببینیم آی مک چجوریه، چی داره واسه همون. خب آی مک ها با ست مجیک موسشون، مجیک موس هایی که شارژی هم دیگه دانگل نیاز نداره، با یک کیبورد خیلی باحال وزن خاصی داره. یه مک استودیو الان 8599 درهم در میاد، یعنی تقریبا نزدیک 80 میلیون.
اون پرو دیسپلی XDR این چیه؟ این سری مکبوک های جدیده که رنگ های مختلف داره، ماجیک موس رنگ سفید است. خب این قسمت من آی مک رو دیدیم، بعد دیگه فقط واسه من عجیبه که چرا اپل واچ رو نذاشته که بتونیم اپل واچ رو هم ببینیم. اینجا هم که ست رنگه اپل واچ رو گذاشته، این هدفون های اپل و ایرپاد جدید، ایرپاد 3، این هم که با برند بیت کار کرده. بذار از اونور بگیرمش. با برند بیت سنگین ها، اینجا هم که اکسسوری مال جک داره، هندزفری جک داره که قیمت اورجینالش 79 درهمه، مدل لایتنینگش بازم 79 درهمه و ایرپاد فکر کنم این سری جن 2ه دیگه، آره سری جن 2 باشه، این قیمت نداره. اینم ایرپاد این ایرپاد چارجینگ کیسه، چارجینگ کیسش 749 دلاره کیساشه. بعد اینا هم که با برند بیتس کار کردن، چون یه تعداد از برند ها رو اپل اوکی باشون دیگه، کیفیتش یه جوری هستش که میتونم بفروشنش. چقدر؟ 849 درهم، 850 درهم. این هم از اپل استور که شلوغ یه سر اگه اون برام باز بشه، نور افتاده آب نماه رو بریم ببینیم چه خبره. پلگین ما شارژ کنیم، نمیدونم چرا اپل واچ رو نذاشتن که آدم بتونه باش کار کنه، عجیبه. بعد چیز دیگه ای نداره، تمام شد، هرچی بود و به شما دیگر رو نشون دادم. وای نو، اینه نگاه، اینه یه فرشته میمونه کوچولوه. خب بچه سلام، ساعت الان 8:20 من اومدم اپل استور مجدد، چون بهم گفت 7:45 دقیقه و قبول کرد که این خرابه، ولی چون گارانتیش تموم شده بود، گفتش گارانتیش یک ساله بوده و درست فراخانم داشته، اون فراخانم تموم شده و میگه اگر میخوایی که برات عوضش کنم باید چیز کنی، 345 درهم باید هر کدومش بدی، اصلا نمیصرفه، قیمت احمقانه. ما هم بگی بی خیالش شدیم.